جعبه سیاه که به آن پروازنگار یا ضبط کننده اطلاعات پرواز در هواپیما نیز گفته می شود، ابزاری است که در طول پرواز جهت ذخیره پارامترهای خاصی به کار می رود. از جعبه سیاه در کشتی، بالگرد و فضاپیماهای سرنشیندار نیز استفاده می شود. زمانی که سانحه‌ای برای یک هواپیما پیش می آید، سوالات زیادی در مورد علت سقوط هواپیما مطرح می شود. پاسخ به این سوالات به کمک دستگاه ثبت اطلاعات فنی پرواز یا FDR و دستگاه ثبت صداهای کابین و هواپیما CVR که در مجموع جعبه سیاه نامیده می شود انجام می گیرد. این سیستم ها جزئیات پرواز را در طول مسیر ضبط می کند. در ادامه به بررسی کامل جعبه سیاه می پردازیم. با ما همراه باشید. جعبه سیاه هواپیما از دو بخش جداگانه تشکیل شده است. یک بخش آن ضبط صوت کابین خلبان است، FDR، و بخش دیگر ضبط کننده اطلاعات پرواز، CVR. بخش ضبط کننده در قسمت خلبان یا FDR معمولاً 88 پارامتر مورد نیاز در مورد پرواز را ثبت می کند. شامل مواردی مثل سرعت سیر هوایی، ارتفاع، موقعیت استارت، موقعیت چرخ و فشار هوا. CVR مواردی را که در کابین جلو اتفاق می افتد ضبط می کند. اولین مورد که شاید هرگز نمی دانستید این است که جعبه سیاه هواپیما نه جعبه است نه سیاه. در واقع جعبه سیاه یک سیلندر نصب شده بر روی دو قطعه فلزی بزرگ است که بیشتر به نظر می رسد یک کمپرسور هوا باشد تا یک دستگاه ضبط. رنگ جعبه سیاه نارنجی است، به این دلیل که بتوانند آن را در لاشه های سوخته و دود و سیاهی راحت تر پیدا کنند. برای محافظت اطلاعات موجود در حافظه، جعبه سیاه را با لایه نازکی از آلومینیوم و 1 اینچ حدود 3 سانتی‌متر لایه عایق محافظ در برابر حرارت می پوشانند. بعد روکشی از جنس فولاد ضد رنگ یا تیتانیوم که در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم است دور آن می کشند. به این ترتیب جعبه بسیار مقاوم ساخته می شود که در برابر هر گونه حادثه و انفجار مقاوم بوده و آسیبی به آن نمی رسد. جعبه سیاه باید در برابر نیروی گرانش 3400 که معادل سرعتی حدود 310 مایل در ساعت است مقاوم باشد و هیچ گونه آسیبی به آن نرسد. یعنی اگر در طول حادثه با شتابی بسیار زیاد به بیرون پرتاب شود نیز اتفاقی برای آن نمی افتد. جعبه سیاه هواپیما همچنین تا 1 ساعت می تواند در برابر گرمای 2000 فارنهایت دوام بیاورد. در عمق 20000 فوتی نیست این جعبه قادر است به کارکرد خود ادامه دهد و تا مدت 30 روز هر ثانیه سیگنالی را منتشر کند. این سیگنال توسط گوش انسان شنیده نمی شود، اما به راحتی توسط رادار و سونار زیر دریایی شناسایی می شود. این بخش از جعبه سیاه با باتری کار می کند و عمر مفید باتری آن تا 6 سال است. جعبه سیاه مربوط به ثبت اطلاعات پرواز لازم است حداقل 25 ساعت داده مربوط به ارتفاع، سرعت و وضعیت پرواز را در خود ذخیره کند. در مورد جعبه سیاه مربوط به داده‌های صوتی این ظرفیت تا 2 ساعت است. البته برای شناسایی و بررسی سانحه هوایی مکالمات و داده‌های صوتی مربوط به 30 دقیقه معمولاً کفایت می‌کند. اما در برخی موارد مشخص شده که این میزان داده کافی نیست. به همین دلیل جعبه سیاه CVR که وظیفه ثبت داده های صوتی را بر عهده دارد تا 2 ساعت قادر به ضبط گفتگوهای کابین خلبان و سایر اطلاعات صوتی است. هر هواپیما 2 جعبه سیاه دارد. بنابراین در صورت آسیب دیدن یکی از آنها میتوان از اطلاعات جعبه دیگر استفاده کرد. تقریباً بعید و غیر ممکن است که در جریان یک سانحه هوایی هر 2 جعبه سیاه هواپیما به طوری آسیب ببینند که قابل استفاده نباشند. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارین و فراموش نکنین برای دیدن برنامه های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.